سلام. 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 خدافظ. خدافظ. وای وای وای، دیدین دیدین، من مطمئنم که یه خبراییه. مطمئنی؟ حالا باید چی کار کرد؟ هر کاری غیر از این که خوشبین باشیم. رفتم بیرون، دیدم دارن میبرنه. نه چرا؟ پسر لیلا خانم که پسر خوبی بود. منم تعجبم از همین بود. اون تمام مدت راجع به دانشگاه و بقیه چیزا به مادرش دروغ گفته بود. اون در استخدامه یکی از باندای در استخدام کی دخترم؟ خب من چجوری بفهمم؟ تو تا الان باید خودت فهمیده باشی دیگه. چرا؟ خب واسه اینکه خودت یه دختر و پسر جوان داری که هر لحظه در خطرن. یعنی ممکنه؟ دیدین که پدر، دیدین، به هیچ چیز نباید اعتماد کرد، به هیچ چیز پدر.
سلام، من اومدم. اتفاقی افتاده؟ نه. پس برای چی اینجوری نگاه میکنی؟ چشامون اینجوریه. ولی این دیگه قدیمی شده پدر. پس داریم تمرکز میکنیم. ببخشید. دیدین؟ نه. لیلا خانومم ندیده بود. نمیای شام بخوریم؟ دیر وقته ها. از روم تا رنگ رنگ دائم نرون توی جنگ. ماهی گوزفن چیل پلنگ اردک جوجه مانهنگ نرون زده زده زنگ اما خورده یه پلنگ جاش روی پشت بومه یک جاش روی همومه بیافته کی میخنده جنابالی یا منده. اول شمع را خاموش می کنم و بعد شمع زندگی تو را. دزدمونا. دزدمونا کیه؟ ای بابا چقدر شوتم من. حواست تو جاست. زندگی دیگر برای من هیچ لطفی ندارد. همه چیز زشت و بد است. نه این کارو نکنید. حالا وقتش رسیده است که شمع زندگیم را خاموش بکنم، چون نسبت به همه چیز بدبین هستم. نه این کارو نکنید. در این سرزمین به هر چیزی که پیش بینی کردم برعکس از آب در آمد. نه این کارو نکنید. دیگر نمیتوانم زنده بمانم. نه این کارو نکنید. شما چی میگویی؟ چرا انقدر یاوه میگید؟ چیه؟ ما میگیم نه این کارو نکنید. خب اینو با هم بگی. خب منم بهش میگم که گوش نمیده. گوش کن دیگه، من دارم هارگیری میکنم. با هم بگید. حالا یه بار دیگه بریم. 3 2 1 دیگر نمیتوانم زنده بمانم. نه این کارو نکنید. اینه. پس اصلا چیز میکنیم، خاموش کردن شمع زندگیم را موکول میکنم به بعد تا شما دو نفر آدم بشوید. چطور ممکنه من بمیرم شهر روموس و رومو رومولوس بیفته به شما دوتا دیوانه؟ بله پدر، آخه من هنوز خیلی کوچولو هم. اوه قربونه و کوچولو بودنت برم من کلدیوز. راستی ببینم کارنامه امسالت کو؟ کارنامه گفتن هفته دیگه بیاین مدرسه. مگه شهریه نپرداختم؟ چرا؟ بده ببینم چرا رنگت پریده. نه پریده. این کارنامه پسرم را باید ببینم. شمع زندگیم را باید دیگر خاموش بکنم. آخه پدرت خوب، مادرت خوب، این کارنامه است که تو گرفتی. دیگر اینجا جای من نیست. من باید هر طور شده. اوس مارکوس. بله. این صدای پتک تو ببند دیگر. بله. دیگر نمیتوانم تحمل بکنم. سنکا برو زنگ ها را به صدا در بیاور. چشم قربان. دیگه کاری نداریم؟ بارون صحنه را غم انگیز میکند. بگو باران بر سر من ببارد. چشم قربان. دیگه کاری نداریم؟ سنا رم بگی تعطیل بکنن. همه باید قصه دار بشون. سنکا برو. چشم قربان. دیگه کاری نداریم؟ ای چش.
چند بار تو میگی؟ یه دفعه بگو منو خلاص بکن دیگه، حواس منو پرت کردی. جون تو جون کلادیوس، من مردم ازش حسابی مواظبت بکن. نگین قربان، نرفا رو نزنین قربان. راستی سنکا، مغازه ها رو هم بگی تعطیل بکنن، اونا هم باید قصه دار بشن، یادت نره. ولی قربان من نمیدونستم شما انقدر رحم و مهربون هستید. سیل یادم آمد، سیل، بگویید سیل بیاید و روم را با خودش ببرد. چرا سیل قربان؟ سیل عشق است، یعنی از این چیزا دیگه، حقای سینمایی دیگه. برو. آه کلادیوس، کلادیوس، چه صحنه ای می شود، واقعا هیجان انگیز است. آره بابا خیلی باحال میشه. ولی قربان افسوس که شما نیستین تا ببینین. راست میگویی سنکا؟ بله. خب این چه فایده ای دارد که من نباشم؟ میگم بابا، بابا حالا بذاری این شمه رو یه دو سه روز دیگه فوتش کنی، اولی مراسمه رو ببینین بعد. آه پسرم تو واقعا نابغه ای، بگذار ببوسم. ولی قربان این غیر ممکنه، چون شما تا چند لحظه پیش بدبین بودید، میخواستید خودتون رو بکشید. در سرزمین نرون هیچ چیز غیر ممکن نیست. ما دو سه روز خوشبین میشویم و زندگی را تحمل میکنیم و مراسم را میبینیم. ولی قربان این غیر منطقیه. در سرزمین نرون همه چیز غیر منطقیه سنکا. بابا من شمه رو الان فوتش کردم، پس چرا هیچی تو نشد؟ الکی بود، یعنی اصلا کلن ببین شم الکیه، من اومدم شم رو میبینی؟ اینا دوتاییشون دیوونه. داری یه چیزی میگه. نه چی بود؟ هیچ چی قربان. این دفعه یه چی هست؟ کسی من مطمئنم هیچ چی نبود قربان. اینجوری مگه نبود؟ هیچ چی نبود. یه چی هست؟ نه کسی نیست. اینجا یه چی هست؟ چی نیست قربان؟ هولتون دادا، هولتون دادا. کجا از این ولی؟ کجا رفت تو مواظب این یارو باش. ببین کی پیداش میکنه. چی؟ نیما نیست. نیست؟ نه نیست. خب باید کجا باشه که نیست؟ تو اتاقش، تو تختش، اما نیست، رفته. صبح به این زودی کجا رفته؟ خب صبح به این زودی حتما یه کاری داشته که رفته. اما صبح به این زودی چی کار داشته که رفته؟ خب منم همینو میگم، درد منم همینه که نیست، نیست. تو هم که میگی نیست نیست. خب نیست دیگه مادر جون، نیست. چرا متوجه نیستین؟ مگه یادتون نیست شیر دیگه نمیخوره؟ شیر که هر روز صبح میخورد و صاف میاد میره تو اتاقش، با هیچ کی حرف نمیزنه، به هیچ کی نمیگه از کجا میاد به کجا میره، رفتاراش عجیب غریبه. چرا دقت نمیکنین؟ اصلا یه جوری شده، توجه کردین؟ راست میگه منوچه. بابا هنوز اتفاقی که نیفتاده. منوچر اگه پدر... اتفاقی افتاده بود که من همینطوری وانمیستادم به تو بگم منوچر. پدر قضیه امیر لیلا خانمو که یادتونه، یه وقت دیدین دور از جونش سلام پدر، سلام مادر، سلام مینا. سلام. چه جالب، تاریخ تکرار شد. منظورت چیه؟ آخه دیشب وقتی وارد شدم همینجوری به هم زل زده بودین. ببخشید نیما. بله. صبونه؟ خیلی ممنون، دستتون درد نکنه، من کار دارم. نیما. بله. اگر چیزی هست به ما بگو. ما طاقتشو داریم عزیزم. آخه چیزی نیست، یه چیز مهمی نیست، من فقط یه خورده کار دارم، ببخشید. بیای مادر، بیای. دیدین لباسشو؟ دیدین لباسشو؟ خاکی بود، انگار زمین خورده بود، اصلا لباسش نه، حرف زدنشو دیدین؟ مینا پدر جدی دارم میگم،
انگار زمین خورده بود، انگار رفته بود تو این تپه مپایی که مخفیگاه این باندای نکنه زده باشنش. منو چرا خواهش میکنم کمکش کن. کمکش کنم؟ نایید من پامو تو اینجور ماجراها نمیتونم بذارم. منو چیر؟ اگه من مسافر این قطار ابدی شدم فقط واسه اینه که چشمام یه جوری دیگه میبینه. بعضیا میگن ذاتیه، بعضیا میگن عینکت فیلتر داره رنگا رو بد میبینه. اصلا برا مهم نیست، من میدونم دنبال کدوم ایستگاه میگردم. اونجا که صبح تا شب زبون مردم نباشه که، زندگی اینه. هر کجای دنیام که بری آسمون همین رنگه. اما راستی راستی نکنم این رنگه. اشکال از رنگ هاست یا از چشم ها یا از عینک ما؟ اصلا میخواین واسه مطمئن شدن آفتاب که اومد بالا هممون با هم یوه و عینکامونو برداریم؟ حتی اونایی که عینک ندارن امتحانش مجانیه. حاضرین؟ پس 1 2 3. ندیدم سه روزه یه آشکه میای میره یه کارهای میکنن رابی ما نه دیگه. من میدونستم آخرش سنگ رو یخ میشم. چقدر من خوشبین بودم. اوه حالا مگه چی شده؟ بله چقدر به فکر شما این بچه ها بودم. من حالا میره تو جنگل واسه من توته میچینین. آره بخیال بذار بابا بیا بابا بیا خواه نگاه کن توته؟ بله خانم واقعا که مامان بیدر شما یعنی به مادرم اعتماد نداری؟ به مادرت کت بینن نرم به تو همت بینن دیگه نداره. اون دیگه مشکل خودته رابی. ما دیگه به من نگو رابین، آقای رابین. معلومه که نمیگم، فقط اینو بدون که چشات تاب برداشته. چشمه های من تاب داره. آینه کو آینه آینه کو آینه آینه بود اینجا آینه کو این آینه کو. بچه ها چشمه من تاب داره. بله خیلی. با بس این با کلن عوض کنم. منظورم این بود که بدبین شدی. با بچه میگه تاب داره بگو بله که بدبین شده. دیگه هم نمیخوام خوشبین بشم. حیف که این کیکه حیفه، وگرنه میزنم تو صورتت. بابا بابا کویا دوستان برای توتاشون جشنم گرفته بودم. این دیگه غیر قابل تحمله. بریم بچه ها. ماما یه لحظه صبر کنیم. چیه؟ پدر بالا تولدتون مبارک. مرچه
تولد من؟ با این که میخوام سر به تنت نباشه ولی تولدت مبارک. خیلی ممنون، خیلی ممنون. مادر شما ها زحمت کش. بابا بچه من واقعا معذرت میخواستم، حواسم نرفت. شما دیگه چسب بیام نه. الان باز بابا تولد بگیره. ماریان ماریا، تو واقعا سه روز داشت بر من تدارک تولد میدیدی؟ یعنی تو اینقدر خنگی که نمیفهمی ما اینا رو واسه چی به در و دیوار زدیم؟ مینی واقعا تشخیص نمیدم. این چه طرز صحبت کردنه؟ بابا میخواست میگم واقعا تشخیص نمیدم ماریا. حالا چند بارم خواستم مطرح کنم. واقعا که باید مطرح کنی؟ صدات میزنه، صدات میگره ماریان عزیز. من دیگه ماریان عزیز تو نیستم. نخ چرا هستی مگنه بله. راست میگی؟ راست میگه؟ بله. در هر حال دیگه از که یک خبری نیست. بچه ممنت مادرتون که کنم دار آنه باید به عرضتون برسونم که دستپخت خودم هم بود. چطور؟ خوب شد نخوردم دست باختش که دیدین که مخوادم دل رو داشت میشوندم. خیلی خوب شد. چه نستو به مادرتون بی ادبی میکنن ماریا بطنه. من خیلی بدبین بودم، پس میگردم دیگه خوشبین بشم. ماریا زندگی خیلی شیرین ها. دلت میخواد شیرین ترم بشه؟ آره خیلی دوست دارم، خیلی ها کف میده. خیلی خوب. واسه من میخواه بزنه. بله. پس یه لحظه معذرت میخوام، اینا چون امانه ته ببخشته امانه بودن ها. یه وقت آدم این کار نکنه خیلی بهتره. باش چر خوب ماریا آماده؟ زود باش. باش. خواه آمادم. بزن. چی نوشته؟ رابین خود تولدت مبارک. خیلی ممنون دوستان. تشکر. بس بزن. بس بگیر. عجب زندگی شیرینه. عجب این زندگی شیرینه. زهر مار بچه. مو باش. خدافز پدر، خدافز مادر، خدافز مینا. بیاین دیدی؟ من که دیگه نمیتونم ببینم. ناهید، مینا، تا کی ما باید خونسردی خودمون رو حفظ کنیم؟ پدر، اینجا یه شروع دیگه است. کجا؟ اینجا، وقتی کار به جای باریک میکشه. یعنی منظورت اینه که باید بدبینی رو کنار بذاریم و شطور دیدی؟ ندیدی؟ نه پدر، دیدی. چی رو؟ شطور رو؟ نه، نیما رو. ما همه دیدیم که اون داره پنهان کاری میکنه و حالا فکر میکنیم که داره یه کارایی میکنه. اون الان داره تو خیابون یا تو پارک یا یه جای دیگه با یه آدم که نمیدونه کیه و نمیدونه اونو کجا میگشونه. هر لحظه ممکنه پلیس برسه. بعد ایست آخ یادم رفت. ما منتظرت بودی. از کجا میدونستی؟ ببخشید من یه چیزی یادم رفته. ببخشید. ببخشید. من عجله دارم.
خدافز مادر، خدافز پدر، خدافز مینا. ببخشید من مجدد یه چیزی یادم رفت، ببخشید. ببخشید. خدافز پدر، خدافز مادر، خدافز مینا. ببخش من یه سیگار هم رفته بود آخه. برو بابا بیرون ببینم. بدتر از همه به یه چیزی خیلی بدبینم، به آینده تاج و تخت مملکتم. ای که پادشاه نشی قربان؟ آخر اتفاقا من پادشاه میشم. به این بدبینم که فردا پسرای شما بخوام بشن وزیر یسار و یمین من. به همین خیال باش. مؤدب باشید، مرتب باشید. ننه شهرزاد قصه‌گو وارد میشود. ننه شهرزاد؟ بله قربان. بدبینم. افه برو بابا دلت خوشه. برو بابا دلت خوشه. بگو بیا. بیا. یعنی شهرزاد شما دیگه برای چی اومدین اینجا؟ حالا توی این بدبختی و گرفتاری شما اومدین اینجا برامون قصه تعریف کنی؟ این چه طرز حرف زدنه؟ ببخشید من اصلا نیومدم اینجا برای شما قصه بگم، اونم با این وضع حال شما. اصلا شما چرا اینقدر بدبین هستی؟ چرا بدبینم ننه شهرزاد؟ خب خودتون دارین میبینین دیگه، این وضع زندگیم، این وضع قصر، این وضع وزیرام. نه 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 دنیا به این بدی ها نیست پسرم. واقعا؟ بله. یعنی ننه شهرزاد آخه چجوری؟ خب من هستم، قصام هست. من شهرزاد از همین قصه هاتونه که ما میترسیم دیگه. نه تو باید چشماتو بشوری، باید دنیا رو زیبا نگاه کنی. ببین آسمونو ببین، ابرها رو ببین، زمین، یسار، یمین، پرده ها، ببین چقدر زیبا هستن. اصلا من میخوام بدونم تو این شهر به کدوم دیوونه یه همچین قصری میدن که به تو دادن ها؟ هیچ دیوونه ای، راست میگی یا؟ خب میبینی همه تو رو دوست دارن، من، بابات، یسار، یمین، راوی، همه دوست دارن. بهش ثابت کنیم که دوستش داریم. دیدم من شهرزاد، با این دوتا چشای خودم واقعا دیدم، دنیا خیلی زیباست. دیگه بدبین نیستی که ها؟ هستی؟ نه غلط کنم بدبین باشم، من همه چی دیدم. من دیدم قصر رو، دیگه یسار رو، یمین رو، چی بود اون یکی؟ پرده ها. پرده ها.
اون یکی چی بود؟ دیگه نمیرسونم. دیگه حالا همونه که همه رو خودتون گفتین اول دیدم. خیلی زیباست. پس روحیت خوبه ها؟ آره روحیم خیلی خوب شده. انگار تازه از مادر متولد شده. قربان تولدتون مبارک. منم همینو میخواستم. پس یکی بود یکی نبوده. نه شهرزاد قرار نبود که دیگه قصه بگین که شما. نه تالا رویت سفید و پاکه، تازه متولد شدی، گوشات هم تازه است، بنابراین میتونی قشنگ به قصه های من گوش بدی. نانه شهرزاد، شما از خوشبینی من سوء استفاده کردین. حالا میخواد قصتون رو بگی. حالا که به اینا گفتین دست من ماشو من دوست دارم، این بچه شما از کجا دوست دارم؟ بری کنار. پدر کجایی که ببینی پسرتو کشتن؟ خیلی ممنون مادر. نوش جانت. خدافظ. خدافظ. خب دیگه. خب دیگه. من باید برم. ما هم باید بریم. مگه یادت رفته ما دوقلویی؟ ولی دوقلوی به هم چسبیده که نیستی. من دارم میرم مدرسه. خب ما داریم میریم مدرسه. نکنه میخواییم بیاین توی مدرسه؟ نه توی مدرسه که نه، همین توی مدرسه. یکی بود یکی بود یکی بود یکی نبود، از میون قصه قصه حسن کچل قصه ای تازه نبود. نه حسن یکیه چیزی خوند بلا سیده تون پک میاد. چل روز من خوابیدم از جون تکون نخوردم. ای کمبر تکون بخور. ای کمبر چل روز سیب نخوردم اما هنوز نمردم. ای کمبر تکون بخور. ای کمبر بابا حال نداری با ما چکار داری؟ دی سفونم چه اینجی نگاه میکنی؟ بالا بابا ای من آدم نیستم که دو دقیقه توی خونه بمونم. من رفتم. من منظور چوده حکم هم میدم یاد منظور چی؟ تو خیلی بدبین شدی حسن. من رفتم خداحافظ شما. بالا من رفتم الان میرم. چه نرفتی؟ حسن جان اگه من برم شما ناراحت نمیشی؟ نه با اصلا ناراحت نمیشم. برو تو تعصب نداری رو من؟ من همزادی تو هم. اگه من پامو برای همیشه از این خونه بذارم بیرون دیگه نیاد تو ناراحت نمیشی؟ حرف نباشه. فکر کنم من نمیدونم اومدی اینجا فضولی با این ماه پر پاشد با این
حسن تو خیلی بدبین شدی، اینجوری نبودی، نمیدونم با کیا گشتی تو. من خیر و صلاح تو رو میخوام. نمیخوام. بیا بریم بیرون، ازای کلت باید بخوره تا کارت گروه درمان نکشیده. بیا بریم بیرون. فکر من نفهمیدم، فکر من نه میخوای من رو بیرون باد بخوره به کلم مای سرم باد ببره. راست میگی، راست میگی، آخه اون تیزی بایستا بس. ببین تشریف میدم یا نه؟ ببین تو شکم شما کشبی هایی؟ حاضر چرا؟ دیدی میگم، هی من اینو دارم میگم درست میگم. باشه خب من کشم باشه، تو خواستی بره بیرون باد بخوره سلام به باد بدی. گرفتی آقا؟ بوله بابا تو چقدر بدبینی. حسن جا من خیلی سلام دارم اونجا. حسن بله میخواستی از در بری بیرون؟ نه بابا یکی اینجا بود، من یکی میشناسم اینجا. چی بود؟ ننه جون ننه. چیه بسته بسته؟ نه ترس ننه، قاشقه جون ننه. تا ننه نمارده ها یه دفعه به خاطر ننه برو بیرون، اون سیب بردر بیرون. نه خزن نمیتونم برم بیرون. شت. چرا ننه؟ میترسم. از چی میترسی ننه؟ اون بیرون که بهتر از این توه، پرنده ها چهچه میزنن، گلای قشنگی هست، آدم ها میرن و میان. آره نه بعضیشون هم مثل تو کچلن. آره برو بیرون ببین. اجا فیلمی هستی تو، من میدونم دارید من تلقیم میکنی خوشبین بشن. نفه آره از کجا فهمیدی؟ بشین من دیروز خودم برنامه گفتگوی خانواده رو دیدم. شت. آه باری کلا فرین، پس فهمیدی که جریان چیه ننه. پس برو بیرون خواهش میکنم دیگه، مادر تلقینم نمیشه به. نه اصلا اصلا صحبتش نکن، هنوز من بدبینم. چرا ننه؟ ننه تو دیروز برای من تا آخرش ندیدی که آقای دکتر فرمودن، گفتن تنها یعنی تلقین تنها فایده نداره. بعد ما بچه‌ها رو مطمئن می‌سازیم که خطری وجود نداره، بعد اونا خوشبین میشن. راست میگی. بیا پس بیا. بیا ننه بیا. بیا ننه بیا. بیا ببین ننه. ننه خوشگل من ببین. این کاری داشت؟ نه. ای بلا نگیری الهی. به خوبه ننه، خوشمزه است. خیلی دست درد نکنه. طعم زندگی رو چشیدی نه؟ خیلی خیلی. فردا همین مزه رو میده ننه، فردا خودت برو بردار بخور. نه نه من به امروز خوش میشده بودم. و یعنی چی؟ ببین نه اصلا روزا با هم مزه‌هاشون فرق میکنه. شما باید بیای هر روز منو مطمئن کنی، بعد من مزه‌شو بکشم شاید برم بیرون. پس نمیری نه؟ شت. طبیعتا دیگه چون اگه پس بشی خوب شد سزاد. چی زدی نه اصلا؟ ولی عرض کلک خودی نه اصلا. شت. سیبر ما خوریه. بله بچه نمیری دنبالم یه سطحه. کجا بودی؟ همین داره برا همزان. نه آن بگذاریم، کی گفته هر بچه به ننش کلک بزنه ننش متوجه میشه؟ شت. بس متوجه نمیشه؟ بابا حسن چی به ننش کلک میزنه و قصر در میره؟ ها؟ چی؟ حسن جان خب حسن مادرت حرف مادرت گوش کن دیگه. ببین چقدر از بچه هم طفلکی کار کشیدن که اینجور خسته و مرده افتاده. هرسان رو باید ماشین بسن. ممنون، من تو میدون پیاده میشم. میدون؟ از قرار مداراشونو تو میدون میذارن؟ نه نه چرا؟
چرا؟ من هم تو زیر زمین؟ زیر زمین؟ چشم جنسا رو میزرم یا بالا؟ شیطونه میگه بلنشم بذارم توی سر. منوچهر آروم باش. سلام حسین آقا. از اسم طرف حسین آقا. وا اصلا نکنی وا. تخم مرغ رو میرم بالا میزنم برنگرم. تخم مرغ؟ این معنیش چیه؟ وای دیگه اینجوریش رو ندیده بودی. چجوریشو؟ جنسا رو تو تخم مرغ ها جاسازی میکنن دیگه. وای تخم مرغ. چه خبره؟ من نمیدونم. بگی بخواب. بخواب بگو. اعصابم خورده دیگه. این موه من دارم همش ریخته. بابا کجا ریخته؟ اینا ریخته دیگه ریخته. بابا این هم موه یه ذره این وسطش خالید. اینا اصلا اینجوری که معلومم نمیشه. اصلا فکر کن که فرق وسط باز کردی یه مقدار بازه. خب اصلا من این مدلی دوست ندارم. خوب شد؟ بابا چرا انقدر بدبینی؟ هیچی نشد. اصلا یکی از دوستای منم همینجوری بود. خب چی شد؟ هیچی. بعد موهاش تمام پر شد برگشت به حالت اول. برو. باور کن. میگه چی هیچ نشد. واقعا من یه رفیق دارم کلش اینه کلی توزه. اون چی شد؟ خوب شد؟ نه همش ریش. بابا من میگم برای موها میریزه دیگه. میدونم بابا عزیز من جانم دنیا که به مویسی خود معرفت داشته باشی بس. اونم تو داره دیگه. آه نه بابا بابا این خودش موهاش پره خیالش راحته. آه نمونه بارزش مورچه رو کلش بکسواد میکنه. خب حالا این باید دل خودشو بکشه دیگه. حالا منظورمون نه بابا. آخه تو هیچ بابا فهمیدیم اومدی. آره تو دکتری بیا بشین. صاف نذاشت بشین این سر جاتو. تو برو تو اتاق باشو. میدونستم. برو بابا خدا پس برو ببینم اتا بچه. خیلی خوب شروع میکنیم. گفتگوی امروز ما راجع به بدبینیه. کی میدونه بدبینی چیه؟ من. بله بفرمید. خوبه بدبینی یه جور بینیه که بدقوار است. آقای دکتر من خودم قدیما خیلی بدبینیم عود میکرد. خب چه کار میکردی؟ هیچی میرفتم بالا پشتبون هرچی سنگ اونجا میدیدم پرد میکردم پایین میرفت تو حوض. آفرین آفرین یه راه خوب برای تخلیه روانی. آره خب ولی میدونی چه قضیه اینه که همه سنگا تو حوض نمیرفت که میخورد هر روز تو سر این همسایه ها یک چشش میترکید دماغ مغزش میشکاف جمجمش خون میزد توش نافرم بود. بس کن آقا داریم نهار میخوریم. کجا نهار داریم میخوریم؟ خب یعنی بعدن. خب دالا بذار بگم یکی سنگا عوضش رفت تو حوض بالاخره. خب اینجوری. آقای دکتر بله شما اصلا خودتون دوچار بدبینی شدی؟
ناخر من هیچ وقت دوچار بدبینی نشد. ولی دکتر بینی تو خیلی تابلوزا تو آفسایدی. بچه نخندی تو ناراحت میشی. این به قضیه چه ربطی داشت؟ من اصلا بدبین نیستم. یعنی دوکی تو تو زندگیت هیچ وقت به هیچ چیز بدبین نبودی؟ نه خیر، من هیچ وقت بدبین نبودم. آی به تو بازی تو بیداری سباستیان. این بود این بود میگه توپ بستن. خیلی بد بینام. اینو نگاه از سر من بدتره. دیدی چنی؟ شب نالم چونه که قبلی از را به در شده باشه میکشمش، خودم میکشمش، با همین دستام خفش میکنم. منم میکشمش، یعنی من میکشمش. البته بعد از اینکه تحقیقات به عمل آوردم. بالاخره بعد اول باش حرف بزنیم ببینیم آخه چه دردش بوده. ما که واقعا نمیدونیم. چیو نمیدونیم پدر؟ چیو نمیدونیم؟ این همه علامت. میدونم ولی من ولی... میکشمش، خودم میکشمش. من برمیدارم. الو. بله، منزل آقای صالحیه، بفرمایید. نیما؟ نخیر، نیستن منزل. ببخشید شما؟ الو؟ الو؟ صداش ناآشنا بود. با نیما کار داشت، خانم طلوعی. خانم؟ یه زن؟ میشنوی منو چه؟ میشنوم ناهید، میشنوم. مینا یعنی تو فکر میکنی که اون؟ من دیگه فکر نمیکنم پدر، من مطمئنم. این همه زحمت میکشی یه پسر بزرگ میکنی، اولش چی ناهید؟ اونجوری، بعدش چی؟ اینجوری. پدر جانم، من نمیخوام همه چی اینجوری تموم بشه. نه، اینجوری تموم نمیشه پدر جانم. یعنی نیما دوباره برمیگرده پیش ما تو اتاقش بالای پله ها؟ نمیدونم، شاید، شایدم نه. پدر جانم، یعنی نیما دیگه حالا غیر از ما کسای دیگه هم داره؟ آره دخترم، آره لابد. پدر جانم، یادتونه یه قراری داشتیم که هر کس به یه نفر دیگه سه بار بگه دوست دارم اون زوده زود پیداش بشه؟ آره دخترم، سه بار. پدر جانم، میخوام سه بار بگم. بگو دخترم، بگو. سلام نیما پسرم.
یعنی اومدن من اینقدر غیر منتظره بود؟ راستش ما فکر کردیم تو رفتی پیش خانومت. حالا بیا تو. خواهش میکنم یه دقیقه چشماتونو ببندیم، میخوام یه چیز غیر منتظره بهتون نشون بدم. تو به اندازه کافی این چند روزه با چیزهای غیر منتظره ما رو غافلگیر کردی. خواهش میکنم پدر، یه دقیقه فقط به حرف من گوش بدین. خواهش میکنم چشماتون رو ببندین لطفاً. خیلی خوب. باز نکن اینا. حالا باز کنین. بدین وسیله از تلاش تحسین برانگیز شما آقای نیما صالحی جهت کمک‌های نقدی و جنسی به سازمان بهزیستی کشور و بنیادهای امور خیریه و کوشش‌های شبان روز شما قدردانی به عمل می‌آید. پیروز و سرفراز باشید خانم طلوعی. خانم طلوعی؟ پس تو تمام این مدت نه انگار یه خواب و رویا بود. پس تو داری اعتراف میکنی مینا؟ که چی؟ که من مثل خواب و رویام؟ نیما چه بامزه، یهو همه تون با هم. تابلون پیدا. نیما ما همه فکر کردیم که تو از دست رفتی. آخه چرا؟ همش تقصیر من بود. اون جنسا، اون تلفونا، حسین آقا، اون رفت و آمدا، همش باعث شد که من فکر کنم که تو. تو فکر کنی من؟ آره تو. نگفتین چرا؟ میدونی راستش ما همه چیزو یه جور دیگه میدیدیم. به این چند روزه که نگاه میکنم فکر میکنم باید چشمامو بشورم. کجا میری؟ دارم میرم چشمامو بشورم. البته مینا خانوم به همه ما مقدمن. بفرمایید.